نگاهی به شاه، نوشته عباس میلانی، قسمت 72. اندکی پس از نقل مکان به نیاوران، ملکه به فکر طرح و ساختن کاخی تازه افتاد. قرار بود از نیاوران بزرگتر باشد و در باغ فرهاباد بنا شود که تا آن زمان بیشتر به عنوان شکارگاه سلطنتی مورد استفاده بود و گاه هم خاندان سلطنتی و کسانی چون علم از آن برای اسب سواری استفاده می کردند. شاه در آغاز با این طرح موافقت کرد، ولی قبل از شروع کار ساختمان دولت با بحران اقتصادی و کمبود بودجه مواجه شد. رئیس وقت سازمان برنامه مهدی سمیعی به دیدار شاه رفت و گزارشی از ابعاد بحران و وضع بودجه در اختیارش گذاشت. شاه بلافاصله کار تدارک و ساختمان قصر تازه فرهاباد را متوقف ساخت. چند بار هم شاه توصیه ساختن قصری سلطنتی در مشهد را رد کرد. به علم گفته بود ما چه احتیاجی به قصری دیگر داریم. گرچه شاه رغبتی به صرف مبالغ گزاف برای ساختن قصر و ویلا نداشت، اما برای خریدن ماشین و موتور و هواپیماهای مورد علاقه‌اش، به ویژه ماشین‌های گران و پرسرعت، حاضر به پرداخت قیمت‌های گزاف بود. چند سالی بعد از انقلاب مقامات جمهوری اسلامی ادعا کردند که شاه 140 ماشین کلاسیک و ممتاز داشته است. البته اگر طرح و تزئین صاحب قرانیه و حتی نیاوران سبک و سلیقه معماری و تزئینی شاه در عرصه‌های خصوصی را نشان می‌داد، هیچ ساختمانی به اندازه شهیاد تصور و آمال او برای ایران را در بر نمی‌گرفت. برج شهیاد به علاوه نماد تهرانی در حال گذار بود، شهری که سوابق روستایی و سنتی خود را وامی گذاشت و در تلاش بود برای خود هویتی تازه سراغ کند. در این حال شهیاد نماد جامعه‌ای بود که می‌خواست در عین حفظ جنبه‌های از گذشته خود، آینده یکسر متفاوت بیافریند. شهیاد نگاه شاه به ایران آن زمان را هم در بر می‌گرفت. می‌خواست از سوی از همه آنچه در غرب پدید آمده استفاده کند و ایران را به دروازه‌ای باز و پذیرای تمدن غرب و دستاوردهایش بدل کند. اما در همان سالها او پیوسته در این فکر هم بود که بر عظمت ایران، به ویژه در دورانی که پیش از اسلام امپراتوری وسیعی را تشکیل می‌داد، تأکیدی ویژه داشته باشد. از هر فرصتی بهره می‌جست که نشانه‌های از این دوران پرعظمت را از نو زنده کند و به مدد همین خاطرها نه تنها قدرت خود را تحکیم بخشد، بلکه هویتی قوام یافته برای ایرانیان شکل دهد. جشن‌های 2500 سالی سلطنت یکی از مهمترین و جنجالی ترین مصادیق این تلاش ها بود. در این حال به نظر می رسد که شاه می خواست به جای تدوین نظریهی مستدل برای اثبات حقانیت سلطنت در عصر تجدد، آنچنان که مثلا شاهان انگلیس در دوران گذار به تجدد بران همت کردند، از این جشنها و نیز از بناهایی چون شهیاد برای کسب و اثبات مشروعیت سلطنت خود بهره بجوید. تصمیم او بر برگزاری جشنها در نزدیکی تخت جمشید و استفاده از مقبره کوروش برای ایراد سخنرانی معروفش، همه در واقع مؤید تلاش او برای استفاده از بناهای تاریخی به عنوان پس زمینه مشروعیت سیاسی هست. مستتر در این پس زمینه های قدیمی انگار این باور و نظر بود که قدمت هر نهاد از جمله سلطنت بر مشروعیتش می افزود. ساختن بنا و برج جدید شهیاد که نامش را بهرام فرحوشی، ایران شناس سرشناس، سکه زد، بخشی از اقدامات ملازم این جشن ها بود. امید این بود که این بنای جدید هم نماد عظمت از یاد رفته ایران دیروز باشد و هم جایگاه جدید و رفیع ایران در عرصه بین‌المللی امروز را نشان دهد. معمار جوانی که تازه فارغ التحصیل شده بود و حسین امانت نام داشت، طرحی در انداخت که نه تنها در مسابقه معماری برنده شد، بلکه انگار جمله ابعاد جهانبینی آن زمان شاه را متبلور و متجسد می‌کرد.
امانت از جوانان سخت با استعداد معماری نسل خود بود. وقتی طرح میدان و برج شهیاد را در انداخت، هنوز با پدر و مادرش زندگی می‌کرد. قرار بود به زودی برای ادامه تحصیل راهی آمریکا شود. در جوان 1966 شهریور 1345 آگهی نسبتاً مبهمی در روزنامه اطلاعات چاپ شد و معماران ایرانی را به شرکت در مسابقه‌ای برای طراحی برجی در تهران دعوت می‌کرد. جزئیات چندانی از چند و چون این طرح و مسابقه در آن آگهی نیامده بود. صرفاً به این نکته اشاره شده بود که ارتفاع برج نباید بیشتر از 45 متر باشد. قرار بود بنا در نزدیکی فرودگاه مهرآباد تهران بنا شود و بیم آن می رفت که بنایی بلندتر برای هواپیماها خطرناک می تواند بود. چند ماه پیشتر کمیته برگزاری جشن‌های 2500 ساله دفتر معماری بنیان را مسئول تدوین طرحی برای این برج نمادین کرد. این دفتر با همکاری گروه شریعت‌زاده، میر حیدر و محمد تهرانی طرحی از یک طاق نصرت ارائه کرد که هزینه تقریبی آن 6 میلیون تومان بود. بسیاری بر این گمان بودند که چون این گروه با شاه دوستی نزدیک داشتند، پس قاعدتاً طرح پیشنهادی آنان مورد تصویب قرار خواهد گرفت. شاه طرح طاق نصرت پیشنهادی را نپسندید و دستور داد مسابقه‌ای برای جلب طرح‌های جدید آغاز شود و اعلامیه اطلاعات نتیجه این دستور بود. وقتی حسین امانت بران شد که در این مسابقه شرکت کند، فرصت چندانی به زمان پایانی اعلام شده برای مسابقه باقی نبود. به همین خاطر او از یکی دو نفر از همکلاسی‌هایش کمک خواست. اتاق خوابش را به استودیوی معماری بدل کرد و عملاً در سه شبانه روز طرحی را که در ذهنش نقش بسته بود بر کاغذ پیاده کرد. به گفته جواهریان، در آن سال بسیاری از دانشجویان دوره معماری دانشگاه تهران طرح یادبود شاه را به عنوان پایان نامه انتخاب می‌کردند. امانت در ذهنش می‌خواست برجی طراحی کند که هم طاق کسرا را به یاد بیاورد و هم از حکومت شاه در آن نشانی سراغ بتوان کرد. به قول فریار جواهریان، از طرح‌های اولیه امانت برای مسابقه به جز طرحی کوچک چیزی باقی نمانده است. بنابراین امروز مشکل میتوان روند طراحی را از ایده اولیه تا شکل نهایی آن پیگیری کرد. ایده اصلی طرح چهار طاق الگوی ازلی معماری ایرانی است. چهار ستون افراشته که با گنبدی چهار بخشی پوشانده می شوند. به علاوه در طرح اولیه شهیاد، امانت می خواست در فضای گسترده‌ای که برای اطراف برج تعیین شده بود، برای هر یک از دودمانهای گذشته ایران یادبودی بنا کند. قرار بود هر بازدید کننده تنها پس از پشت سر گذاشتن فضاهای این دودمانهای گذشته بتواند به یادبود دودمان پهلوی و حکومت شاه برسد. خود برج قرار بود نماد حکومت رضا شاه و محمد رضا شاه باشد. چهار ستون اصلی شهیاد از 25 هزار قطعه سنگ در 15 هزار اندازه مختلف از 40 سانتی متر تا 6 متر در نما به کار گرفته شد. پیچ و تاب زیبای این ستون‌ها شهیاد را به سان پرده یا دروازه‌ای پرعظمت می‌کرد که از یک سو به جهانی تازه و پرشتاب باز می‌شد و سوی دیگر دنیای پر رمز و راز ایران را پشت سر داشت. حرکت خیالی ستون‌ها یادآور بادند و باد همواره نماد تغییر و التهاب و اشتیاق همزادانند. برخی حتی گفتند که طرح این ستون‌ها یادآور پر طاووسند. در هر حال پس از سه شبانه روز کار مداوم، امانت طرح خود را تقدیم هیئت داوران کرد. کماکان بنا داشت ایران را به قصد ایالت ایلینویز در آمریکا ترک کند، ولی پس از چندی خبردار شد که طرح او را داوران پسندیدند و او را برنده مسابقه می‌دانند، اما انتخاب نهایی به عهده شاه و ملکه بود. طرح امانت همراه 20 طرح دیگر که مورد پسند هیئت داوران قرار گرفته بود، همه در اتاقی در سعدآباد به نمایش گذاشته شد و در روز موعود شاه و ملکه از این مجموعه دیدار کردند و بر انتخاب هیئت داوران سهه گذاشتند و بدین سان بود که جوانی 25 ساله برنده مهمترین مسابقه معماری زمان شد.
البته چند ماهی طول کشید که کار امضای قرارداد نهایی شد. چشم و همچشمی های حرفه‌ای و فساد اداری سد راه امضای سریع قرارداد شده بود. پیروزی امانت در این مسابقه در واقع از زاویه‌ای سوای امتیاز معماری طرحش هم قابل تأمل است. می توان این موفقیت را تمثیلی از این واقعیت دانست که در دو دهه آخر سلطنت شاه، دوران سیطره مطلق هزار فامیل یا به روایت CIA 40 خانواده‌ای که همه امور ایران را در دست داشتند به سر آمده بود. در عین ادامه قدرت این خانواده ها افراد تازه تحصیل کرده و با استعداد می توانستند حتی بدون بستگی به این نخبگان پیشین و صرفاً به اعتبار استعداد و توش و توان خود به موفقیت برسند. راه بر نسل جوان تحصیل کرده باز بود و تنها استثناء این تحرک نوپا در جامعه کسانی بودند که به لحاظ سیاسی مخالف رژیم بودند و حاضر به همکاری با آن نمی شدند. نکته تاریخی مهم دیگری که در مورد این دوران قابل تأمل است، سرنوشت و امکان رشد و ترقی برای اقلیت‌های غیر مسلمان ایرانی بود. به رغم این واقعیت که امانت از پیروان دیانت بهایی بود، این نکته به صدی در راه موفقیت و پیشرفت او بدل نشد. از این بابت دوران شاه را میتوان استثنایی در دوران 100 سال اخیر دانست. شاید تنها در این دوران بود که یهودیان و بهایی ها از امکانات بیش و کم مساوی با دیگر ایرانیان برخوردار شدند. البته موانعی در قانون اساسی کماکان احراز پست های مهمی چون وزارت و نخست وزیری را برای غیر مسلمانان نامیسر می کرد. از آغاز دهه 70، 50 و در زمانی که ساختمان شهیاد به پایان رسید، اقتصاد ایران با تکیه به درآمد روزافزون نفت رشدی سخت شتابان داشت. شاه از مدت‌ها پیش سیاست درهای باز را پیش گرفته بود. کشورهای دیگر چه در غرب و چه در شرق را به سرمایه گذاری در ایران تشویق و ترغیب می‌کرد. تهران در عین دلبستگیش به گذشته انگار به آمریکا و غرب علاقه ویژه پیدا کرده بود. به روایتی در اواسط آن دهه حدود 50,000 آمریکایی در تهران می‌زیستند. شهیاد تمثیلی گویا از این وسوسه ها، دلبستگی ها و ریشه های متفاوت و گاه متناقض بود. طرح شهیاد از سوی یادآور طاق کسرا بود و در عین حال مایه های اسلامی داشت. می گفتند طاق آن ملهم از مسجد شیخ لطف الله بود. کاشیکاری های زیبای آن را متأثر از مسجد وکیل شیراز و معماری سلجوقی دانستند. در عین حال ترکیبی بدی و تازه بود. هم از سنت معماری پرغنای ایران مایه گرفته بود و هم تجدد معماری را با بدایع خود تجسم می‌بخشید. شهیاد دروازه‌ای به آینده و بزرگداشتی از گذشته بود. شاه در آن سالها به کرات از تمدن بزرگی که در انتظار ایران بود سخن می‌راند و به روایتی می‌توان گفت که شهیاد دروازه نمادین این تمدن بود. در طرح و ساختمان آن فرم و محتوا، زیبایی و کارکرد، سنت و تجدد، مصالح بومی و دستاوردهای فنی هم به شکل ستودنی ترکیب شده بود. شهیاد هم چون هر نماد یک دوران مورد نقد و تقلید و حتی تمسخر واقع شد. مخالفان و معاندان در مورد مخارج گویا سرسام‌آور آن و حق حساب‌های کلانی که در کار تأسیس آن پرداخت شده بود، شایعاتی فراوان پخش کردند. ولی حتی منابع منتشر شده از سوی جمهوری اسلامی هم کل هزینه آن را 40 میلیون تومان یا 5.5 میلیون دلار تخمین زدند. یکی از دستاوردهای فنی و زیبایی شناختی شهیاد استفاده از بتون نمایان بود. این تنها مقاطع کار غیر ایرانی بود که در کار ساختن شهیاد نقشی به عهده داشت. البته سوای شایعات مربوط به هزینه برپا کردن شهیاد، برخی از منتقدین از منظرهای دیگر به نقد آن پرداختند. برای مثال در فیلم اسرار گنج دره جنی ابراهیم گلستان، مردی که سرنوشتش شباهتی تام به شاه داشت و ناگهان به اعتبار کشف گنجی در زیر خاک مزرعش ثروتمند شد، بالاخره در حیات منزل تازه‌اش برجی برپا می‌کند که از یک سو اشارتی غیرقابل انکار به شهیاد داشت و سوی دیگر به آلت تناسلی مردان شبیه بود. اما به زعم همه شایعات و طنزها، میدان شهیاد که بعد از انقلاب میدان آزادی نام گرفت، کماکان آشناترین نماد تهران است.
تلاش پیگیر جمهوری اسلامی در جانشین کردن برج میلاد به جای شهیاد به عنوان نشان تهران کماکان ناکام مانده است. وقتی حسین امانت به عنوان برنده مسابقه معماری و طراح برج شهیاد با شاه و ملکه ملاقات کرد، بار دومی بود که شاه را می‌دید. دانشجویان معماری هر کدام طرحی یا رساله‌ای در پایان تحصیلات خود تدارک می‌دیدند. تز امانت طرح مجموعه توریستی در سواحل خلیج فارس بود. در تدارک رساله خود او در منطقه سفرها کرده بود. طرح او زمینه طبیعی آن سرزمین را مد نظر گرفته بود و پیش فرضش این باور بود که سوای نفت و گاز سواحل خلیج فارس می تواند به سان مرکزی توریستی منبع درآمد و ثروتی فراوان باشد. پیشتر در دوران ریاست ابتهاج در سازمان برنامه طرحی برای بهره برداری از منابع طبیعی خوزستان تدارک دیده شده بود که در واقع بر اساس طرح معروف نوسازی تنسی ولی در آمریکا شکل گرفته بود. محور اصلی آن طرح جدید سدی تازه بود، اما طرح امانت آینده یک سر متفاوت برای خوزستان و دیگر مناطق ساحلی خلیج فارس در نظر داشت. در سالی که امانت فارغ التحصیل شد، استادان دانشکده طرح او را به عنوان بهترین پایان نامه سال برگزیدند. طبق معمول شاه جایزه بهترین رساله را به فارغ التحصیلان می‌داد و به طرح امانت علاقه ویژه نشان داد. طولی نکشید که به دستور شاه طرح تبدیل کیش به مرکز عمده توریستی برای منطقه آغاز شد. معلوم نیست که آیا رساله امانت نقشی در تصمیمات شاه در این زمینه بازی کرد. قرار بود کیش به هنگ کنگ خلیج فارس بدل شود، هم مرکزی برای انواع تفریحات و مغازه‌های لوکس و هم مرکزی برای نقل و انتقال‌های مالی. با سقوط رژیم شاه، طرح نوسازی کیش هم موفق ماند و در خلایی که پدید آمد، امارات متحده و قطر توانستند شهرهای خود را به مراکز تجاری، توریستی و علمی خلیج فارس بدل کنند. دبی امروز را می توان نتیجه سقوط فکر کیش دیروز دانست. از قضا در سالی که امانت جایزه بهترین پایان نامه دانشکده را از آن خود کرد، جایزه دوم به دانشجوی تعلق گرفت که طرحی برای حوزه علمیه تازه‌ای در قم در انداخته بود. انگار دو چهره تاریخ معاصر ایران در جوهر این دو پایان نامه خلاصه می شد. یکی می‌خواست ایران را بیشتر و بیشتر به تجدد و بازارهای جهانی بپیوندد و دیگری در این فکر بود که با انکار تجدد و ریشه‌های پیش از اسلام، هویت ایرانی، هویت یکسر اسلامی بر جامعه تحمیل کند. پیش از آن که طرح امانت برای تبدیل سواحل خلیج فارس به مرکزی توریستی بتواند جامعه تحقق بپوشد، طرفداران خمینی در حوزه‌های علمیه قم قدرت را در دست گرفتند و طرحی نو برای ایران در انداختند.